برنامه فانوس. برنامه فانوس، هنری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی از سوی جوانان افغان و همگان. ناگفتنی ها گفته می شود. فانوس در خانه های شما روشنی می آورد. از موسیقی سیریا مهمان خانه شما می شود. فانوس زمان دنن او سبا دنسل غک از شبکه جهانی پیام افغان. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. به نام خداوند بزرگ و بیمانند، عرض سلام و محبت و اخلاص نثار هر یک شما بیننده های عزیز تلویزیون و علاقمندان برنامه فانوس. خرسند هستم که باز هم خدمت شما هستم. لطفاً برنامه فانوس را تماشا کنید که یک برنامه جالب و دیدنی را خدمت شما پیشکش می‌کنم. علاقمندان برنامه فانوس را به نوبه خیش سلام های گرم و محبت بی نهایت تقدیم می‌داریم و امیدوار هستیم با گذشت یک هفته با هم خوش و خردمند، صحتمند در کنار فامیل ها یک جا نشسته برنامه امشب و امروز در سراسر جهان تماشا نمایید. بله بیننده های عزیز، طبق معمول پیش از آغاز برنامه از ایمیل ها و تلفن های محبت آمیز شما جهان سپاس می کنم و فراموش نکنین که همه کارکنان برنامه فانوس همواره سعی دارند تا برنامه های جالب و دیدنی خدمت شما پیشکش نمایند و امروز هم یک برنامه زیبا قسمی که گفتم در نظر داریم که لطفاً تا ختم برنامه با ما باشین. ایمیل آدرس برنامه ماست fanous@mysticalstudio.com که انتظار نظریات، فرمایشات و انتقادات و همچنان پیشنهادات سالم شما برای بهبود برنامه ها هستیم و با تشکر فراوان به هو هموطنای عزیز ما که در هفته گذشته برنامه را ستایش کردند و از ما خواستند این چنین برنامه های در آینده بیشتر داشته باشیم. یک جهان از دیدار و تماشای برنامه هفته گذشته شما تشکری میکنیم. امیدوار هستیم کارکنان برنامه فانوس توانمندی از این راه بیشتر پیدا کنه تا در خدمت شما عزیزان باشه و شما را شاد و خرم نگه دارن. خب بیننده‌های عزیز و گرامی، بیاین که بریم یک آهنگ زیبا بشنویم و بعداً برمیگردیم با معرفی برنامه امروز. لطفاً با ما باشیم. مهمان عزیز، حاضرین محترم، شما با اشعار دلپذیر و زیبای محترم رازق فانی، غزل سرای مشهور و توانای کشور ما آشنا هستید. البته با طلب پوزش ما یک غزل یا یک شعر اونا را خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که با بزرگواریتان شما و محترم فانی مرا ببخشند برای زی که ما دکلماتور نیستم. شعر به نام بازگشت. مرغ سخن سرای من باز بلا نمی رسد، مرغ سخن سرای من باز بلا نمی رسد، یار گریز پای من بر در خانه می رسد. جوی پراب می شود، خار گلاب می شود، ابر به خاک دهد جان، خاک به دانه می رسد. یار چیار ما شود، یار چیار ما شود، دل ز قفس رها شود، بال نشاط وا شود، چنگ و چغانه می رسد. غم برود ز دل بیرون، شادی دل شود فزون، آن به اشاره می رود، این به بهانه می رسد. تشکر. تا نزنید زاغ را، مجده دهید باغ را،
تنه زنید زاغ را مجده دهید باغ را روح به سبزه می دمد جان به جوانه می رسد باد بهار در وزش باد بهار در وزش نبض نهال در تپش فانی بیا ترانه گو فصل ترانه می رسد ممنون تشکر عزیز بیننده صاحب دل و صاحب نظر برنامه ویژه این هفته را اختصاص داده ایم به نام برگ سبز برگ سبز که تحفه درویش در آن وجود دارد امیدوار هستیم که از داشته های این برنامه که خارق‌العاده و فوق‌العاده هست حظ ببرین و با ما یک جا پای تلویزیون هایتان بنشینین و لذت ببرین آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد راه دهید یار را آن مه ده چار را کز رخ نور بخش او نور نثار می رسد رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد غم به کنار می رود مه به کنار می رسد باغ سلام می کند سر پیام می کند زبزب یاده می رود خونچه سوار می رسد آره بهار فرا می رسد با دامن پر از شگوفه های رنگین و جوانه های رنگارنگ هنر آفرین در پذیره بهار این طلایه‌دار فصل ها نوروز باستانی را گرامی می داریم و به پیشواز سال نو و بهار نو می رویم اینک در نخستین شب سبزترین فصل خدا که سبزه و گل و گیاه به هدیه دارد ما با برنامه رنگین و رنگارنگ از آخرین ساعت سال 1369 تا اولین لحظه های سال 1370 خورشیدی با شما هستیم برنامه اختصاصی که هم اکنون ارائه می شود بخش های متنوع مطالب شادمانه و خاطر انگیز همچون چتر از رنگین کمان هنرها را با خود دارد و ما شادمانیم که امشب به مهمانی بهار می رویم به مهمانی خجسته نوروز آره به مهمانی خجسته شب نوروز که با ماه مبارک صیام همراست و این چه سعید است و چه مبارک شبه آره بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه فانوس ما مهمان عزیز و شخصیت معروف کشور خود گوینده توانمنده که سالها خدمت شایان در جامعه افغانی خود داشته و همچنان عاشقانه با تمام احساسش گویندگی نموده و نطق کرده که هر یک ما از نطق او آموختیم و گوشهای ما نوازش گردیده بله خانم زکیه کوهزاد که سرشار از استعداد و ذکاوت خاص می باشد و برنامه هایش را به شکل خاص به رنگ خاص و به شکل که تنها می تواند خانم زکیه کوهزاد آن را تهیه و ترتیب نماید خدمت هموطنانش همواره بدون در نظر داشته هیچ جهت و به هر زمان و به هر شکل برنامه های خود را خدمت هموطنان ما پیشکش نموده است که ما امروز افتخار حضورشان را در برنامه فانوس داریم لطفاً با ما تا آخر برنامه باشین و از نطق این گوینده و ژورنالیست معروف کشور ما یک بار دیگر عصب ببرین و بیاموزین. خب بینندگان عزیز باز هم خوش آمدید به برنامه فانوس قسمی که با به شما وعده دادیم مهمان بسیار خوب گوینده معروف خود را
خانم زکیه کاهزاد با خود داریم که شما زکیه جان بسیار خوش آمدین از این که مهمانی برنامه فانوس پذیرفتین. واقعا ما سپاسگزار هستیم. بسیار زیاد تشکر از محبتتان، از لطفتان. ما هم بسیار خوشحال هستم که خود در جمع دو دوست بسیار عزیز، دو گرداننده و گوینده موفق برنامه فانوس میبینم و اگر اجازه تان باشه یک بار برای بیننده های ارجمند، هموطنان گرامی، بهترین سلام و محبت های فراوان خود را تقدیم شما میدارم و امیدوار هستم که برای تان زیاد نباشم، برای زی که هفته یک بار ما پروگرام دارم و اینک باز هم در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم که برای شما خسته کن نباشم. هیچ وقت نه، خوش آمدین. ما هم خوش آمدید میگم تان به استودیوی فانوس. و ما مکررن از هموطنهای عزیز ما تلفن میگرفتیم و نامه میگرفتیم، ایمیل میگرفتیم که شما را راجع به کارهای گذشته شما و راجع به کارهایی که در امریکا فعلا فعالیت دارین و همچنان پروژه هایی که در دست است و راجع به مخصوصا کانون خانوادگی شما لحظه چند صمیمانه صحبت کنین. خواستیم که این لحظه را معیا بسازیم با همکار عزیزم تمنا جان یاری انصاری و همکاران دیگه برنامه فانوس. مهمان باشین و برنامه ما، امیدوار هستیم که سر شما خوش بگذره. ما جشن از سر ما. ما هم به نهایت خرسند هستم و امیدوار هستم که دو نام خدا ورزیده مرا در وسط گرفتین که ما بتوانم به سوالات شما پاسخ درست بگویم، قناعت بخش. امیدوار هستیم که ما سوالات خود درست مطرح کنیم در موجودیت هم شوگوینده خوب ما زکیه جان. خب من آغاز میکنم تمنا جان از کارهای اول که چطور با زکیه جان آشنا شدم. بله، روزی بود که زکیه جان از هندوستان به کالیفرنیا آمده بود و گفته امو کسانی که مثل پرستوها و پرنده ها کوچ میکنن و مثل که همه افغان های مامتون بارشان در سر شانهشان بود، بله، میریم از یک دیار به دیار دیگه و تا امو آشیانه خودم میافیم که بالاخره در کجا با فامیل زندگی و زیست کنیم. و من فهمیدم که شما آمدین به کالیفرنیا و مخصوصا در شهر ایوارد زندگی دارین و خواستم که تلفن به شما بکشم و امروز نمیفهم شماره تلفن از کی گرفتم، خوشبختانه با شما در تماس شدم تا بتانم از نزدیک بعد سالهایی که زکیه کهزاد یک نطاق بود در افغانستان که واقعا میخواستند که همگی لحظه با اونا صحبت کنه و وقت ازشان بگیره که واقعا یک نطاق بود در زمانش و ما هم خواستم که ای بعد از سالها آرزوی ما برآورده شد و با صحبت کنم و خوشبختانه با چهرهشان آشنا شدم و یک خانم بسیار صمیمی، یک خانم بسیار مهربان، مادر بسیار خوب و از همه بهتر دوست بسیار خوبه برای ارزنده برای کارهای فن گویندگی ما هست. از برای خدا شما قدر در مورد من لطف کردین که ما سزاواری همه محبت ای همه توصیف و تعریف نیستم، باور کنید. من یک فقیر بیچاری هستم، یک مهاجر غریب. من میخوایم از شما بپرسم که شما در افغانستان از علاقمندان یا بیننده های ما بودین؟ بله بله، پراپا قرص. بسیار خوب، بخاطر از این که وقت شما به تلفن تماس گرفتین با ما شما را گفتم که آقای سکندری سلام. بله، بسیار محترمانه. من فکر میکردم که آقای سکندری با یک شقیقای سفید و با یک ریش بسیار زیبای ماش برنج اینا مقابل میشن. وقتی که اینا خواستن که بیاین به منزل ما با یک دستگل بسیار زیبا که داخل شدن، من دیدم که چی یک جوان، چی یک بچی بسیار جوان، نازنین، مؤدب با یک دوست دیگه تان بودین مجیب که مجیب جان بسیار میربانی کردین و بسیار صفا آوردین. ما باید ایره بر شما بگویم و همچنان برای بیننده های ارجمند که هر هموطن من
برای ما بسیار عزیز، گرامی و جایشان به قلبم است. ما همه شما را دوست دارم. هیچ گاه ما بدون شما بوده نمیتونم و زندگی نمیتونم. چقدر کلمات زیبا. بسیار زیبا. زکیا جان، قسمی که شما میدانین، شفی جان و مهیره بینیدهای عزیز هم میدانن که وقتی که زکیا جان رو ببینیم، چون همیش برنامه هایشان تماشا کردیم از طریق تلویزیون، چی در وطن بودیم و چی حال فکر میکنیم که سالهاست دیدیم و مشنسیم و یک جا بودیم، و خصوص امی سخاوتمندی شما و شکسته نفسی شما واقعا چیزیست که هیچ وقت آدم فکر نمیکنه که شما را نشناسه یا شما دور باشد، فکر میکنه که سالها دوست بوده. و ما هم یکی از بیننده های شما بودیم، همیش برنامه های شما را تماشا میکردم و بسیار لذت میبردم و افتخار دارم امروز شما را در نزدیک خود دارم. و قسمی که شفی جان فرمودن به فن گویندگی از این که ما را میاموزانین و یعنی راهنمایی میکنین، من واقعا سپاسگزار هستم و واقعا افتخار میکنم که شما برنامه فانوس تماشا میکنین. من یکی از علاقمندان برنامه فانوس هستم، برای اینکه دو دوست بسیار نازنین در این برنامه گردانندگی میکنن و یک عزیز دیگر ما در عقب کمره هستند که سعید جان انصاری است و اونا این برنامه را فیلم برداری و دایرکت و ایدیت و پرودوسش کلش به دوش از ایناست که این عزیزم به نهایت دوست دارم و بر ما حیثیت فرزند مرا داره و شما عزیزان مستین. ما همیشه با علاقمندی، نه تنها ما، حتی کوزاد با بسیار علاقمندی میبینیم. چرا؟ به خاطر از این که برنامه های شما متنوع است، برنامه های شما یکی بهتر از دیگر است که منتظر میباشیم که بعد از این چی سانی دیگه میآید. ات برنامه رادیویی نیست، واقعا یک برنامه تلویزیونی است که ما انتظار دارم در کنار از اینکه برای اردوی شما و هر سه شما موفقیت بی پایان میخوایم، از تمام برنامه سازان که برنامه خود را و جز برنامه مثلا سیاسی اما هر برنامه دیگه میتونه که برنامه تلویزیونی تقدیم کنن، یعنی متنوع. بله زنده باشین زکیا جان، شما لطف کردین، شما همیشه محبت داشتین و به می شکل آقای کهزاد که بیننده برنامه فانوس. بیاین از این موضوعات زیاد بگذاریم. بله، فقط من به موفقیت گفتین و کامیابی گفتین، بیاین که از کامیابی های شما حرف بزنیم که شما همیشه کامیاب بودین و موفق بودین. قسمی که گفتم همیشه که برنامه های شما را تماشا کردیم، چی از شروع و چی تا به حال شما موفقانه می درخشین. اینه کی بر شما گفته که ما میگیم، مردم میگن، تاریخ میگن، چشم های ما میگن، پرده های تلویزیون ما میگن. میخواییم کمون رازش را بدانیم زکیا جان. من اصلا نخست باید برتون بگویم که هرگز تا به امروز ما خود را اتور موفق 100% ندونستیم. یعنی هر پروگرام را که ما سپری کردیم، فکر کردیم، وقتی که دیدیم، تماشا کردیم، دوباره گفتیم ای کاش اینطور می بود. انال عظیم مبرتان میگم که کار گردانندگی، گویندگی، نطاقی ظاهراً بسیار ساده است. یعنی مثل آوازخوانی واره که امروز هر کس تلاش میکنه که آوازخوان شود، به خاطر از این که آوازخوانی بسیار شهرت زود به بار میاره و پول هم همراه خود داره. بله. مگر نطاقی هم همونطور یک چیز است. بله. که هر کس خوش داره که نطاقی کنه، ولی ظاهرن اما قدر که ظاهرن ساده میایه اما قدر مشکل نشد. بله. برای این که میفهمین که وقتی که ما پیشنهاد دادیم برای ریاست رادیو و تلویزیون وقت، از ما امتحان گرفتن. بله. صدای ما را چک کردن. صدای ما باید میکروفونیک باشه. میکروفونیک به منایزی که بسیار نازک تفلانه نباشه صدا. صدای کمک پر باشه و به نوک زبان ما صحبت نکنیم. زبان ما گیرش نداشته باشه. اکسنت یا لهجه ما نباید داشته باشیم. میاری لهجه فارسی کابل بود و لهجه پشتو جلال آباد.
یعنی ننگرهار. با باید اگر با فارسی صحبت میکنیم یا با پشتو باید میاری باشه زبان ما. و همچنان ما تلفظ کلمات حروف بسیار خوب بتوانیم که تلفظ کنیم، مثلا هیره، الفه، عینه، امزره، اینی چیزا باید تلفظ درست شد. در صورت که اینمی گپا می بود بعد از او باز ما مثلا از میان 100 نفر شاید 3 نفر از زیر افته می شد که ما با این شرایط آمدیم و اول از اعلانات شروع کردیم، از اعلانات تجارتی بر رادیو که بعد از او باز آیست آیسته یکان مطلب و باز انانسر تلویزیون و بعد از او باز بسیار مراحل خودت داشت که تا ما اخبار سیاسی رو شاید یک سال بعد ما میتونستیم بگیریم. دیگه از این سبب است که گفتم ظاهرن ساده میایه ولی باید کار کرد. مخصوصا یکی از دوستا گفتن که در کابل نطاقا بسیار لقمه تیار برشان دادم میشد. لقمه تیار به مفهوم از این که ما واقعا نویسنده جدا بود، دایرکتر جدا بود، پرودوسر جدا بود، نطاق می نشست و اما مطلب ارائه می داد. ولی چگونه ارائه میداد این دیگه هنر نطاق بود. بله، استعداد خودش، استعداد خودش بود که به چی سویه، به چی سطح. و در نطاقی اول که بسیار مهم است طرز نگاه نشستن و مطابق روحیه هر پروگرام لباس پوشیدن و فیشن کردن. بله، بله، بله. و عمو ترتیب خود عیار ساختن. بله، بله. که ما وقت ما را یاد داده بودن یا ما خوانده بودیم که وقت ما پشت میز اخبار می نشستیم گویا پشت میز یقاضی هستیم. و ما را از خرد تا بزرگ، از بی سواد تا بی سواد تا دان... تا با سواد تا دانشمند می دیدند. بنابراین ما برای اطفال باید از خاطر اطفال بسیار مؤدب می بودیم تا اطفال و جوانان و نوجوانان از ما بیاموزند. برای بزرگا به خاطر احترامشان، به خاطر ارج گذاشتن به دانششان، به سن و سالشان، به موقفشان بایست ما بسیار مؤدب و متین و آرام می بودیم. ای که امروز من می بینم که یک گیلاس خورد، یک گیلاس کاغذی، یک گیلاس از ستارباکس، یک گیلاس های رنگارنگ، یک دانه دلچواری که اینجا می مانن و چای می نوشن و یا به موهای خود دست می زنن یا بروی خود دست می زنن، این اصلا خلاف کار نطاقیست، خلاف ژورنالیسم است. ما از تو نخواهی اگر سوال کنم که من ایس جورنالیست برنامه های کنونی که از طریق تلویزیون های خارج از مرز به این میار ها گفتی شما پخش میشه، روان جورنالیزم اگر به کدام روند جورنالیزم در کدام چقدر تغییرات آمده و به کجا راهی هستیم فعلاً برنامه های ما؟ برنامه ها شما جورنالیزم یاد میکنین، جورنالیزم به جایش میگذاریم، هیچ سر از او گپ نمیزنیم، بهتر است، درست است. اما امی که در غربت قرار داریم و در غربت جوانان ما، مردم ما علاقه میگیرن به فرهنگ خود و میاین و پروگرام تیر میکنن، این بر ما بسیار یعنی ارزشمند است. ما سر تلویزیون آریانا افغانستان که خودم پروگرام در اونجا دارم و مثل خانوادیم است، ما سر از این میتونم که صحبت بکنم به خاطر از این که در اینجا جوانا که آمدن، مثلا سوسن جان ارمان در پروگرام سینما بسیار خوب صحبت میکنن، بسیار خود رساندن، تلاش کردن. و وانه جان مسکینیار بسیار نام خدا، یک دختر جوان است که در امریکا شاید تولد شده اما بسیار با مقبولی صحبت میکنه، چی با تمکین چی با نزاکت. همچنان رشینه جان، خب از کلانا خو مگذاریم که واقعا بزرگان ما، بزرگان جوانان ما رو میگیم، یاسمین جانا، یعنی هر کدامشان مثلا پروگرام تماشا را که دارن، همین دقیقه خالده جان خالده جان رشید بسیار با یک تمکین، با یک نزاکت، با یک مقبولی صحبت میکنن. اما آمدیم سر تلفظ
اونا همی که زبان انگلیسی زبان اولشون شده فیلم. بله. بله. اما زبان فارسی خود ما که تقریبا زبان دومشون شده، اما باز هم که صحبت میکنن بسیار خوب است. اینا هیچ وقت کوشش کردن، ما بسیار متوجه بودیم برای جوانان ما که هیچ وقت لغات یا کلمات انگلیسی را در گفتار خود دخیل نسازن. بله بله. اما یک در کسانی هستند که به سن سال ما قرار دارن و خوب به یک سن درست از افغانستان خارج بله. شدن، اونا اگر یک جمله صحبت میکنن سه لغت انگلیسی بله. در گفتارشان است. بله. بله. و این درست نیست. و همچنان من میخواستم یک اشاره روی برنامه های تلفنی داشته باشم که فکر نمیکنین که بیشتر شده از اینکه تصویر متحرک به پرده های تلویزیون نمایش داده شده و زیادترش مثل شکل رادیویی را داشته باشه؟ من فکر میکنم که تنها به پروگرام های سیاسی یک مقدار کسانی که واقعا وارد باشن در مسائل اگر تلفن باز گذاشته شوا و اونا داخل لاین تلفن بیاین و صحبت کنن باز حرف نیست که یک ذره تبادل نظر صورت بگیره. اما برای بسیار پروگرام ها مثلا یک گرداننده یا یک برنامه ساز یک مطلب به گونی مثال برتان میگم که فلان خانم از شوهر خود جدا شد بله. و شوهرش در برابر از او مثلا او را از خانه کشید و چطور کرد و چی کار کرد، بیاین که اینال سر از این موضوع ما شما تبصره کنیم. فقط اینما قدر یک مقدمه واره میگن بله. و بعد از او پناه میبرن به تلفن ها. این در او طرف تلفن که هست، اول خود تلفن و تلفن بازی در فرهنگ ما هنوز بسیار زود است بله. برای از این که ما یک عده ما البته که آل فضل خدا بسیار خوب شده, خوب شده. بله. مگر باز هم میبینیم که طرف هر کسی باشه اول خود صلاحیت امی تبصره را در امی موضوعی که امو دقیقه جریان داره داره یا نداره. هر کس دلش خواست بله. یک بار زنگ میزنه و یک عقده دل خودم میگوشایه و دی کجاست و درخت ها کجاست و برنامه چیست و مطلب چیست و موضوع بله. کجا رفت بله. و دوی دیگه ای که یک بار یک هموطن خدا در کدام حالت است و در چی خمار است که یک دفعه آنچنان چشمار بسته و دهان خدا باز میکنه و هر آنچه دل تنگشان گفت بیان میدارن که بله. در برابر تلویزیون بیننده آب میشه بله. بله راست میگه. و خود شخص آنقدر بیمقدار بله. آنقدر ذلیل معرفی میشه که برتون چی بگم. ما طرفدار عزیزم که اگر برنامه سازای محترم و جز پروگرام های سیاسی و یک از پروگرام های خاص اگر اینا پروگرام یک ساعت خوده ترتیب بتن، سه چهار پروگرام خودم مثلا پروگرام یک ماه خودم بله. قبلا ترتیب بتن و ضرورت نداشته باشن یک ساعت فکر کنن که با یک ساعت ما پروگرام بایست بدیم. اونموز که یک تلفن ضرورت نیست بله. بله. چرا تلفن؟ بله. کوشش شوه که جوانان بیاموزد. ما خود ستایی نشه عزیزم که ما گفتم ما خاک پای همه هستم، ما تلفن نمیگیرم. اما شما باورتان میاید که از ایران فامیل های ایرانی مستن دوستان ایرانی این پروگرام رو میبینن بعدش بر ما زنگ میزنن. جوانان بسیار جالب است که پروگرام ما یک پروگرام ادبی است یا اجتماعی است نه فرهنگی است، جوانا بسیار علاقه گرفتن و پروگرام میبینن و بسیار محبت میکنن، بسیار باور کنین محبت میکنن. بزرگان ما تلفن میکنن، عفای خدا میگن و یعنی بسیار محبت و تشویق و ایگه پاره دارن. میشه که نمبر تلفن تا نسلفون خدا بگذارن بگوین هر نظر، هر انتقاد، هر پیشنهاد. و یک موضوع دیگر میخوایم بر شما بگویم که بسیار ببخشین که من زیاد برحفی کردم که ما وقت تلفن میگیریم باید بسیار با حوصله‌مندی طرف گوش بدیم. ایتو نکنیم که دو جمله که او گفت باز دل ما تنگ شد یا میبینیم که وقت ما کم است. بسیار زیاد تشکر او را بدون از اینکه خدافظی کنه و جملهش تکمیل شده باشه قطع بکنیم.
یعنی اگر ما کس را بی حرمت میسازیم گویا خود بی احترام میکردیم در مقابل خود ما. و الان چی که میگیم بسیار کوشش کنیم که ما درست تلفظ کنیم، اما آنچه که میگیم درستش رو بگوییم، کوشش کنیم که به زبان، حالا اگر یک تلویزیون خارجی باشه، آمریکایی باشه، آلمانی باشه، به زبان خودشان اگر صحبت کنیم خب از چه بهتر. ولی چون تلویزیون افغانی است کوشش شوه که با تمام کلمات و تمام معنا به زبان فارسی یا پشتو صحبت کنه. بله زکیه جان، عرفای شما هر یکش آموزنده است و من میدانم که بیننده عزیزم هم امیال نشستن و می آموزن. چیزی که گپ چنال سرمی برنامه های امروزی است، جوانان ما که واقعا مشکل است که کار میکنن و قسمی که شما گفتید بدلسان یعنی دست و پنجه نرم میکنن، شما چی نظر دارین زکیه جان؟ چگونه میتوانن این جوانان ما فن گویندگی رو بیاموزن؟ یعنی بهتر کنن؟ مثل خودت خواهش میکنم جان. مثل خودت، مثل شفی جان بسیار خوب صحبت میکنین. شما از اول هیچ کس از ابتدا گویندن به دنیا نیامده یا هیچ کس انجینیر و دکتر به دنیا نیامده. استعداد ضرورت است و عشق به وظیفه. بله عشقشام دارین، استعدادشام دارین. خود امین دو موضوع میرسانه بر خاطر از این که شما میخواین که این عشق که بود خواهی نخواهی شما میرسین، شما میخواین که بهتر باشین، خوبتر باشین در هفته دیگه. و هر باری که شما پروگرام سپری میکنین باید پروگرام تانه بعد از او خودتان با توجه و دقیق تماشا کنین. بله. که در اینجا چی اشتباهات شده مثلا در گفتارتان. مثلا بسیار که میبینیم ما در پروگرام ها، یعنی بسیار آدم های درسته که برنامه های بسیار درسته، مشکلات ها، اسناد ها، معلومات ها، تجار ها و از این قبیل. بله. تشکری. بله. این حال مثلا این تشکری من ایچ نمیفهم که تشکری یعنی چی. چرا این نوع این بیماری ویروس بله. داخل شد بله. کل به یک زبان میگه ما تشکری میکنیم. بله. نه ما تشکر میکنیم. بله. ما یعنی که سپاسگزار هستیم، مشکور هستیم. بله. ممنون هستیم، تشکر شکرگزار هستیم. اترکایی. و دیگه ای که در قسمت تلفظ بله. بسیار دوستان ما توجه بکنن. اگر جوانان ما که برخلاف جوانان ما بسیار نام خدا ماشاءالله خوب تلفظ میکنن، اگر امی همه در قسمت اینمی اسناد ها و مشکلات ها و نمیفهم معلومات ها و از اینمی قبیل تجار ها و تجار جمع است، تاجر مفرد. تاجرها گفتم میتونین، تجارها گفتم میتونین، جمع جمع ساخته نمیتونین به زبان فارسی. یا اسناد سند مفرد است، اسناد جمع. اینال جمع که میبینین جمع میسازن، مشکلات خودش جمع است. بله. مشکل مفردش است، مشکلات ها که میسازن با کلی نامانوس است. و یکی از دوستا مثلا پروگرام میخواند، ما همونجا بودم گفتم که اگر امی عوض رسوا که شما بسیار خوب صحبت میکنین رسوا بگوین زیباتر میشه. بسیار با پوزش گفتم میره، با طلب پوزش. اما دیدم که یک دفعه یک آلته که بر از اونا رخ داد و گفتن والا در فرهنگ فلانی ما بسیار فرهنگ دارم و تو دارم. گفتم شما یک دفعه به فرهنگ مراجعه بکنین. درست است، اما امی رسواست، مقبولتر است، درستتر تلفظ میشه. اینال دوستان ما باید از اینمی چیزا خودم اول خودم ما یکی از لغاته تصادفاً در جریان گفتارم که گفتم آدم متوجه گفتار خود باشه پرید از زبانم. بله. اما یکی از دوستا که آقای یوسف صفا هستن اونا برای ما تلفن کردن و بسیار محترمانه گفتن و من بار دیگه که به پروگرام خود آمدم و من از اونا تشکر کردم و گفتم که بسیار سپاسگزار هستم شما ما رو تصحیح کردین. اینال باید ما بسیار خوش باشیم که اگر یک دوست ما بله با تنهایی بر ما میگه، این خوب است که یک دوست بر ما بگوید ما رو متوجه بسازه، یا ما مو اشتباه خود اونم تا بر تمام مردم بیان کنیم. اینال ما تنها نیستیم.
ایرانی ها پروگرام های ما رو تماشا میکنن، تاجک ها تماشا میکنن و خود ما افغان. بله. خب زکیه جان، امیدوار استم که شما برنامه هایی داشته باشین که بالای امی موضوعات اگه گپ بزنین زیادتر خوب است که آموزنده می باشه برای جوانان ما و با ما هم می آموزین. خواهش میکنم، شما مرا خجالت میکن. ما نظر به تجربه خود میگم. ما میره برای خوشحال جان یک روز پیشنهاد کردم، خوشحال جان مسکینیار یادشان بخیر و تلویزیون، ما گفتم خوشحال جان اگر بر ما دوستا اخوزمه میتن، یعنی همین کسانی که علاقه داره، ما در پروگرام تلویزیون یک ساعت پروگرام میگیرم که پروگرام شما یعنی پولش پرداخته شوه و بر ما. گفت اونا بسیار یک گپ مقبول زدن، گفت ای زکیه جان، گفت کی میگه که ما چارک کم است؟ گفت کل میگه منم. کی حاضر میشه که این کار کنه و بگویه که آه ما نیاز داریم؟ شما کورس ترتیب بتین، ما در خدمت. چیزی که دارم یاد ای کاش واقعا زکیه جان امی چیزی که ما فکر میکنم امروز انتقاد پذیر نیستیم، باید باشیم و از بزرگان خود بیاموزیم و هر کس که قسمی که شما گفتین متوجه میسازه باید بیاموزیم و سپاسگزار هم باشیم و در پلویش اگر بتانیم که به می شکل برنامه ها داشته باشیم که شما و امثال شما غنیمت های استین برای ما که واقعا ما نیاز داریم به این کلمات، واقعا ما خود ما شاید این موضوعات تکرار کنیم بدون از این که بدانیم و امیدوار استم که بینندای عزیز هم بشنون اگر چیز میتونن در این قسمت که کورس های باز شوه شما و آقای کوزاد و دیگه دانشمندان ما یک جا کورس های داشته باشیم که امی فن گویندگی را خوبتر و بهتر بیاموزیم و بتانیم که به گفته شما بیننده های ما هم بهتر از ما بیاموزیم. من فکر میکنم که کورس ها خود این امینا کورس هستن دیگه، اگر مثلا شماره تلفن میگذارن بر روی صفحه مثل ما و شما که ما چیز اشتباه رخ میده همیشه فورا به می دو استاد زنگ میزنه. درست هست شفی جان، اما اگر کورس که باشه خوب است که هر کس بتونه اینا علاقمندی در چیزی که صورت داشته باشه و داشته باشی و عشق علاقه داشته باشی از هر جای هم شماره تلفن پیدا میکنی، زنگ میزنی، تلفن میکنی، تماس میگیری و ازشان میپرسی که اینجا اشتباس ایره من میتونم چطور تلفظ کنم. خب امی گپ هست که باید بگویم نمیدانیم، باید استقرار کنیم بهتر از من نمیدانم. میفهمین ما در آغاز که ازدواج کردم با سن نوجوانی بودم، بله، اما ما از یک خانواده تاجر پیشه خب درست بودن، تحصیل کرده بودن، همه درس خوان بودن، خارج و داخل می آمدن می رفتن، با یک خانواده مطلق فرهنگی یک خانواده داخلشتم که بر ما بسیار نو بود، بسیار جالب بود و ما یعنی شاید امی جرقه ها در ما وجود داشت، در احساس ما که ما بسیار زود جذب شدم به این فامیل، بسیار انس گرفتم، بسیار علاقه گرفتم و امی کوزادم بسیار به من لطف کرده که من همیشه ممنون هستم، حیثیت استاد به من دارن، اونا نه تنها شوهر من بودن، همسر من بودن، پدر اولاد من هستن و یک مرد مهربان، یک دانشمند کشور ما هستن، خانوادی از این خانوادیشان اساسا امی برادرها. خب برای ما هم تمام کتابا و تمام امکانات و تمام یعنی چیزی که ضرورت بود در اختیار ما گذاشت و ما رفتیم هندوستان. در هندوستان ما را کوزاد گفت زکیه وقتت، خب من خب بسیار خورد ازدواج کردم و طفلدار شدم و ماند تا صنف 12 درس خواندم، بقیه از پیش من ماند. بعد از او آمدیم هندوستان، ما ماندنی شدیم دیگه چند 8 سال تقریبا، یکی دو سال که گذشت کوزاد بر من گفت زکی از این فرصت استفاده کن، برو درس بخوان به می رشته که تو علاقه داری که ژورنالیسم است و ادبیات است، برو امید امکانات همینجا است برو بخون. باز ما با چی رفتم به کالج اسلام، جامعه اسلامی کالج، بله، با اون رفتم به هندوستان، با اونجا رفتم که رئیسش قمر غفار بود و یک خانم و او معلم مارم بود.
استاد ما بود. در اونجا ما درس خواندم، یعنی از این خاطر میگم که از هر لحظه کوزاد کسی بود که مرا تشویق کرد، مرا راهنمایی کرد، مانی من نه تنها مانی من نشد، کوشش کردن که من پیشرفت کنم. بله. و باور میکنین که به نصف شب، یعنی این عشق خودم بود که مطور که گفتم، نه علاقه خود، علاقه مندی و عشق داشتن 100% ضرور است. کوزاد من آیسته بیدار میکنم 2 بجه شب 3 بجه شب، کوزاد کوزاد میگفت بله. میگفتم اینه می لغت چیست مانایش؟ فکر کنین اگر دیگه کس می بود زکیه میگفت دیوانه شدی، بخواب با فردا میره از من سوال کن، تو نمیبینی من را ناراحت میسازی. باور میکنین که با بسیار حوصله مندی و بسیار محبت تو میره تحت لفظی برم معنا میکن. بعد از اون من آرام میخوابیدم، هم شوق خودم بود، هم یک استاد با کنارم بود. بله. و لطف خدا بود، یک حافظه خوب داشتم. بله. ای خدا خداوند، خداوند داده بود و استعدادم خداوند به من داده بود. خب واقعا آقای کوزاد خواه یک دانشمند معروف ما هستن و به این شک نیست، بله. شک نیست که شما از اونا آموختین و قسمه که میگن در کنار هر خانم موفق یک مرد موفق هست، در کنار هر مرد بسیار بسیار مقبول این بسیار شما امیره به ثبوت شما بیان کردین، بسیار مقبول گفتی امیره برزی که همیشه میگم در عقب یک مرد موفق یک زن، ولی من میگم در کنار یک مرد موفق یک زن و در کنار یک زن موفق یک مرد طبعاً این را شما ثبوت کرده. یعنی زندگی زن و شوهری زندگی مشترک یک دنیای دیگه است. بله. احترام متقابل. و ما چقدر خوشبخت انسان بودم که در جمع همه قدر دخترها و زکیه نامها و میلیون ای امای بخت به سر من نشست و کوزاد مرا انتخاب کرد که امروز نام کوزاد در کنار نام من نام مرا وزن داده و امروز من زکیه کوزاد شماست. شما بسیار یک انسان مهربان هستین که واقعا چقدر مقبول میگین. این مهربانی از کوزاد است. بله. ما باید انصافا بگویم و بر تمام همسرا و شوهرا یک چیز واضح است که زنم حوصله میکنه، اما در آغاز کوزاد مانند یک طفل خود، مانند یک دوست، ما چی بگویم که چگونه با ما برخورد میکرد که مرا کوزاد یعنی با عرفای کوزاد با رهنمای های کوزاد من اشنما کردم. و تمام زنا و شوهرا اگر امتر شوهرا به زنای خود موقعی بتن، احترام کنن، محبت کنن، صمیمیت کنن، باور کنین که سر زن برقام میتونن بپوشانن، ولی با خشونت، با بدرویی، با رفتار خراب، بجوزی که زندگی خراب شوه چنانچه یه دهی اواخر خب سر از این موضوع عرف نمیزنیم چرا که هم یک پرابلم است به جامعه ما، بسیار یک مشکل کلان است، ولی نباید اما حرفا را بالای مردا بندازیم که این مرد سالاری یا زن ستیزی از طرف مرد است. در افغانستان بود ولی در اینجا زن مرد ستیزی شروع شد، زن سالاری است، اعترام نباید. بسیار مقبول گفتین، راست میگین، حقیقت بسیار صادقانه حرف میزنین زکیه جان. قدر ما واقعا لذت میبریم که هیچ نمیخواییم سوال کنیم و شما نه تنها که فن گویندگی ما میاموزیم و بینید ما زناشوری را هم زکیه جان میگیم چقدر احترام و محبت و رفاقت است. و شما ببخشین که واقعا همین چکلام هستین، چیزیست که ما میبینیم. بله بله. و دیدیم که واقعا یک عشق و محبت و یک احترام دو جانبه بین ایشان است که واقعا این بسیار مهم است. یک چیزی را براتون میگم که در آغاز عشق است. بله. عشق یک جرقه است که برای انسان به قلبش پیدا میشه. بله. از یک نگاه آغاز میشه، نه؟ اما آرام آرام این به محبت تبدیل میشه. بله. این عشق محبت چیزیست که
ماندگار است، دوام داره، امو جلای از او را ایچ وقت زنگ نمیگیره. اگر خفه شوین به محبت، اگر آزرده شوین، این محبت اینقدر قوت میکنه که تحت شعاع قرار میتونه به خفگی و آزرده گیره و بعد از او عادت میکنین. توجه استین؟ شما مقبول شما عادت میکنین. یک مکتب است شما زکر. خواهش میکنم ایتو امکان نداره که شما او کس را که یک عمر را با خوب و خراب و فرود و فراز سپری کردین یک دم در مقابلش کینه بگیرین یا از او جدا شین. بسیاری از بعضی از کسانی که من میشنوام که بعد از 20 سال زندگی زناشویی جدا شدن، من تعجب میکنم که چطور میتونن بدون یکی دیگه تحمل کنن. بله. بسیار مقبول. خب زکیه جان، قسم گفتم عرفایتان خب بی نهایت شیرین است، ولی نمیخواییم که خسته شوین. ما و بیننده ها خسته نمیشیم، دوست داریم بشنویم. بیاییم که یک آهنگ زیبا بشنویم و باز هم در خدمت بیننده های عزیز خود باشیم. بسیار نظر خوب، بسیار نظر عالی. بیننده های عزیز لطفاً با ما باشین، با شما خواهیم بود. با نگاه خود تباه هم کرده ای، هم نشین با عشق و آه هم کرده ای. شعر زیبایست. این شعر زیبا اگر با احساس مقبول اجرا شوه واقعا، یا هر شعر زیبا که با احساس اجرا شوه واقعا زیبا میاد. اما ایره برسان قول میتونم که این شعر مقبول که امی اکنون از انجری گیرای هنرمند خوش صدا و خوش بیان ما شما میشنوین با احساس تمام اجرا شده. اجرا کننده این آهنگ اگر ما بگویم نگویم شما میشناسین، بسیار هنرمند معروف است، هنرمند برجسته ماست، خانم پرستوست. لطفاً توجه بفرمایید.
بیننده های عزیز، امیدوار هستیم از آهنگ زیبایی که پخش کردید مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و باز هم قرار داریم با تک ستاره فن گویندگی زکیه کهزاد که میخواییم ازشان بپرسم سالیان متمادی که در رادیو افغانستان وقت بود برنامه های را که اونجا تهیه میکرد عبارت از چی بود؟ قرار که خودم بیننده بسیار نزدیک برنامه هایش بودم، ولی من میخواستم از زبان خودش به شما بیننده های عزیز بپرسم و ارائه کنن که چی برنامه های را پخش میکردن و اجرا میکردن و در کدامش خود راحت احساس میکرد. تشکر میکنم. من یک چیز ازتون خواهش میکنم از هر دوی شما عزیزم که بسیار مرا گفته، یکی از دوستا گفت مرا آنقدر بپندون که بکفم. مرا زیاد نپندونین. من گفتم هیچ چیز نیستم و ما شاهد علمی هستیم، ما شاهد هستیم، اوست نظر شماست. بله. اما بیاین که سر موضوع بریم. باید گفته شوه این پروگرام های گوناگون از انانسمنت تلویزیون رادیو خو مندار اونجا خوب بودیم، بعد از او از تلویزیون پروگرام های جوانان و بعد از او آمدیم سر پروگرام های ادبی که فریده جان انوری یادشان بخیر او زمان بله. مدیر عمومی اداری هنر و ادبیات تلویزیون بودن. بله. اینا وقتی که اولین بار پروگرام مرا یا خود مرا از صفحه تلویزیون دیدن به دفتر خود خواستن. من رفتم به دفترشان و بسیار محبت کردن، گفتن تو بسیار خوب هستی، خوب صحبت میکنی، درست صحبت میکنی، ولی بعد از این دیگه تمام دایرکترهای از زراعت و بزگر و کارگر و دیقان و اینمینا که آمدن تو خود ارجل نساز و فقط تو به همی پروگرام های هنر و ادبیات باش، نروی. و من همی کار کردم که من ممنون فریده جان هستم. فریده جان دوست بسیار عزیز و مهربان هستن و من بسیار دوستشان دارم، شخصیتشان دوست دارم، خود فریده جان دوست دارم. با وجود که فریده جان خودش یک دکلماتور درجه اول کشور ما هست و یک مکتب خاص خود دارد و همچنان شفیق جان عبیبی دوست عزیز که مندار اینا از ما که در سنن بزرگ هستن و تجربه کاریشان بیشتر از ما است. من احترامشان دارم و رویشان میبوسم و خود شفیق جان عبیبی هم در خانش شعر یک سبک خاص خود دارن اونا و در اونجا باز پروگرام های ادبی رو خواندم. مثلا از پروگرام نوای کوهسار ما آغاز کردیم، بسیار خوب، از نوای کوهسار، پروگرام های موسیقی تلویزیون، پروگرام های فوق‌العاده شبای عید که در یک روز شما میبینین عشق ای علاقه را و خوب جوانی بود که در یک روز ما سه پروگرام ثبت میکردم. بله بله. سه پروگرام. بله. بله. اما جوانی بود، اما عشق و علاقه و انرژی بود. زکیه جان هنوزم جوان هستین، جوانی میگین که گفتی آقای انصاری که میگه برگریزان تو که چنین است، بهاران تو چطور. بسیار شیرین اونا. یک آقای جناب کمال کامل انصاری همیشه این بیت بر من میگه، من بسیار این بیت خوش رو همیشه که میبینم ایشان در انجمن باز میگم همون بیت تون چیست، بسیار مهربان هستن و هنوزم ما او را از حفظ نکرده میاد نگرفته. خب به هر صورت ما از پروگرام های موسیقی انانس موسیقی شروع کردیم از نوای کوهسار. نوای کوهسار شما میفهمین که بعدها خودم مدیر عمومی برنامه های ملیت های با هم برادر شدم. بله. که به اونجا پروگرام های نورستانی و پشایی و بلوچی. مثلا ازبکی و بلوچی. بله. و اینمینا بود. بله. و یک روز کوهزاد بر ما گفت که زکیه اینمی پروگرام نوای کوهسار تو را از نظر مردم میاندازه، برای اینکه یک پروگرام بسیار خسته کننده است، ولی مورا ما آن قدر دلچسب ساخته بودم که باز اشعار از او را ترجمه میکردن از طرف خود همین شعبه ملیت ها ترجمه میشد و ما او را باز با اونمو شیویش
می خواندم و با اونمو زار و زار نالگی و آه و افسوسش که بر مردم بسیار دلچسپ شده و جالب چی بود که یک بعد از یک مدت مکتوبا می گرفتیم که امی برنامه نوای کوسار اگر عرفته شود یا هفته دوبار شود خب مرا خنده گرفت و لطف مردم بسیار زیاد بود. باز ما رفتم وقت کوزاد یک به من گفت ما رفتم بهش خدا مغفرت کنه بهشت بر این جایشان باشد دکتر ایدر مسعود رئیس عمومی رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی بودن. بعد از اونا رفتم گفتم دکتر صاحب ما این پروگرام را که نمی خوانم. گفتن چرا؟ گفتم از خاطر که مرا بسیار به نظر مردم این پروگرام شاید بد بسازه. این پروگرام خنده کردن خدا مغفرتشان کنه. گفتن بی بی گلم جان بیادر اما پروگرام خوبه مردم از روی خودش میبینه بگذار کمی پروگرام از گل روی تو مردم ببینه برو گفت. باز آقای شادانم یادشان بخیر اونام گفتن که زکیه تو از کدام پروگرام ها زیادتر مشهور شدی؟ گفتم از زمین نوای کوسار پروگرام موسیقی بینید. گفت بس دیگه سر زمین فکر کن. بعدها باز پروگرام مشلداران هنر میخوندم مجله تلویزیونی، پروگرام کتاب و پروگرام های اداری هنر ادبیات و همیشه از سال نو که سال نو که میشه من یادم از 7 صبح ما میرفتیم تا 5 دیگر به بالروم انترکانتیننتال و در اونجا پروگرام های ما ثبت میشد. داره که ما شاهد استیم و ما باز در شبها اوگه آبا خدا و چقدر با ساده شما تماشا میکردیم تماشا میکردیم نه خیر و باز میگفتین که خوبی چی بود؟ نه او را خواهد باور کنیم قطر زر زرگرمش باور کنیم که ما دیگه هم تو دیوانه میشدیم که چقدر جان کندیم ما یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد سر از این پروگراما رقابت امی گویندگی هم داشتین در وقت و زمان چون گفتی شما که بیشتر برنامه ها به شما سپرده میشد اتو دیگه نتاقاین بودن که میگفتن چرا زکیه کهزاد چرا نی ما نیستیم حالا میخواین که زکیه جانی را هم بگویم؟ بله بخاطر از این که گفتم بله من رقیب هیچ کس نبودم وقتی که شما میگین که بیشترین پروگرام ها به من سپرده میشد پس من چطور میتونستم رقیب کس باشم بله. اما همکاران من بسیار مهربان بودن بسیار عزیز بودن من بسیار دوستشان داشتم و همیال هم دوستشان دارم به هر جایی که هستن آرام و خوشنود و سرفراز باشن ما یک دوری بسیار خوب رن در رادیو تلویزیون گذاشتم دوست شما کی بود در زمان کدام نطاقی که مثلا نزدیک به شما باشه و همیشه بر امرایشان صحبت میکردین راز دلتان هم میگفتین در زمان On Valentine Drive in Newark, there's Cafe Euros, one of the original Mediterranean grills in the area. Here is where they serve seasoned real Euros made with fresh lamb or chicken sliced from a slow rotator, served on pita bread, and topped with sauce and garnished with lettuce and tomato. Other favorites here include the vegetarian falafel with pita, hummus, and salad, sweet baklava, and so much more. Cafe Euros in Newark. Call 510-668-0110. عکاسی و ویدیوگرافی شیرینی خوری، عروسی و هر نوع محفل خوشی شما با کیفیت عالی یا HD. Mystical Studio با داشتن افراد مسلکی، قیمت‌های مناسب و پکیج‌های سیلور، گولد و پلاتینم همه روزه در خدمت شماست. برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 510-353-77 به تماس شوید. ثبت لحظات زندگی شما با بهترین کیفیت.